همیشه گفته میشه که مهاجرت یک انتخابه برای انسان‌ها. ولی وقتی که با مهاجرها یا پناهجوها صحبت میکنی اینجور فکر نمیکنن. معتقدن که اصلاً هم یه چویس نیست و یه اجباره. شرایطشون مجبورشون میکنه که توی این مسیر قرار بگیرن. من تا حدود خیلی زیادی با این موافقم و لزوماً یه انتخاب نیست، ولی قدرت انتخاب حتی تو بدترین شرایطی که آدم قرار میگیره و مجبوره که یه مسیر رو که نمیخواد رو انتخاب بکنه، باز همون انتخاب وجود داره، به این معنی که با تحقیق و انتخاب مسیر بهتر میتونه آدم یه قدرت انتخاب کوچیکی رو هنو برای خودش ایجاد بکنه و اون باعث بشه که بتونه توی این مسیر شاید نتیجه بهتری رو بگیره. کسایی که توی این شرایط قرار دارن و میخوان این مسیر رو انتخاب کنن، با مشکلاتش آشنا بشن، با واقعیتهایی که قرار روبروشون قرار بگیره آشنا بشن و ببینن که قراره با چی دست و پنجه نرم کنن، چه آینده‌ای در انتظارشونه، چه اتفاقی واقعا قراره براشون بیفته. اینکه صرفا یه پولی رو تهیه کنن به در واقع قاشقچی آدم پرداختش بکنن به امید اینکه هفته دیگه توی استرالیا نشستی یا هر کشور دیگه توی دنیا و تمام مشکلات تله، با واقعیت قضیه آشنا بشن و ببینن که واقعیت این نیست، هیچ چیزی به این راحتی به دست نمیاد و تقریبا غیر ممکنه که این مسیر بدون هیچ ناراحتی تموم بشه. اصلا منظور من این نیست که وقتی این فیلم رو دیدم دیگه این کار رو نکنم، نه، هر کسی دلیل خودش رو داره و تصمیم خودش رو باید خودش بگیره و کاملا قابل احترامه، ولی باعث بشه که بشینه فکر کنه و واقعا اون چیزی که بهتره براش رو انتخاب کنه، حداقل یه شانس بیشتری رو به خودش و خانواده‌اش اضافه کنه برای اینکه بتونه این سفر رو به نتیجه برسونه و یه نتیجه بهتری رو در نهایت ازش بگیره.